تقریبا تمام چیزهایی که به کلیپ های شما مربوط میشه توی این آیکون کوچیک هستش. یکی دیگهش برای اضافه کردن فیلتر به تصویر شماست که توی این کلیپ ادجاستمنتسه. اگر شما خواستید به این تصویر فیلتر اضافه بکنید، میایید توی ویدیو افکتس این آیکون رو میزنید و خیلی سریع میتونید اینجا ببینید که با فیلترهای مختلف تصویر شما به چه شکلی در میاد و حالا مثلا فرض کنید با هیت ویو این شکلی میشه، با گلو این شکلی میشه، یا با دی تو نایت به این صورت در میاد. مشکلی که داره اینه که اینا هیچ کدومشون دیگه هیچ کنترلی ندارن. به طور مثال اگر من اینجا ایجت فیلم رو انتخاب بکنم دیگه کار دیگه ای نمیتونم انجام بدم، یعنی چیزی نداره این ایج فیلم که من بتونم دستکاریش بکنم. تنها کاری که شاید اینجا بتونم انجام بدم اینه که من میتونم بیام اینجا مثلا برای یه فیلم قدیمی سچوریشن رو بیارم پایین یه خورده، یا برایتنس رو یه ذره زیادتر بکنم، کنتراست رو هم یه ذره زیادتر بکنم، اکسپوژر رو یه کمی کمتر، و حالا شاید یه خورده این بیشتر نزدیک بشه به اون چیزی که تو ذهن من بود. ولی کار دیگه‌ای با این ایجت فیلم خود این فیلتری که اینجا هست نمیشه انجام داد. بزرگترین مزیتش طبیعتاً سرعتشه. شما اگه احیاناً هم خواستید حذفش بکنید یا تغییرش بدید خیلی راحت میتونید بیاید اینجا و به جای ایجت فیلم حالا نان یا حالا چیزهای دیگر رو انتخاب بکنید. اینجا هم که من اینو میام دوباره ریورت و اوریجینال رو میزنم. ولی بزرگترین اشکالش هم اون قضیه نداشتن کنترل روی فیلتریه که شما استفاده کردید.